و در جمع چیزی به طور متوسط 10% افزایش داشته ایم توجیه کردن موضوع است. این اتحادیه گفته است بر طبق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی افزایش حقوق باید به مأخذ میزان افزایش هزینه زندگی باشد، اما کدام مرجع شاخص افزایش هزینه را به مأخذ 6% اعلام کرده است؟ این اتحادیه پرسیده است آیا نرخ تورم سال 88 را بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی 6% اعلام کرده یا واقعا 10.8% رقمی است که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است؟ در بیانیه اتحادیه بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین آمده است در خصوص اجرای ماده 96 انتظاران است که برای جلوگیری از چسبندگی حقوقها همان 15% را به سایر سطوح تسری دهد که ادارت بیمه پردازی رعایت شده باشد. در غیر این صورت حداقل این است که نرخ 10.8% را به سایر سطوح اضافه کند تا ظاهر قانون اجرا شود. این اتحادیه همچنین به ثابت ماندن ضمایم حقوق مثل حق عائله‌مندی، حق اولاد، بن و مسکن نیز اشاره کرده و گفته است این هم به نوعی تضییع حقوق تلقی می شود و در همین سال باید تعدیل شده و شکل واقعی تر به خود بگیرد. بر طبق اعلام این اتحادیه 65% مستمری به ایران حداقل بگیر هستند و در گروه فقرا طبقه بندی می شوند. اعضای این اتحادیه گفتند شک نیست که اعمال سیاست‌های اینچنینی که توسط سازمان به ناحق اعمال می‌شود به تدریج اغلب مستمری به ایران را حداقل بگیر می‌کند. کسانی که در زمان بیمه پردازی یقیناً سالها بیش از حق دستمزد حق بیمه پرداخت کردند ولی امروز نمی‌توانند از ذخایر خود استفاده منصفانه ببرند. اتحادیه بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری اعلام کرده است که اگر سازمان تأمین اجتماعی حاضر به مذاکره نشود، ناگزیر در اعتراض به شیوه افزایش حقوق بازنشستگان در مقابل وزارت رفاه یا مجلس تجمع خواهند کرد. عضو جامعه روحانیت از طلبه‌های تندروی طرفدار دولت ابراز نگرانی کرد. ابوالحسن نواب، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، از فعالیت‌های طلاب به گفته او تندرو و سوپر انقلابی ابراز نگرانی کرد. ابوالحسن نواب به روزنامه ملت ما گفته است برخی طلاب تندرو یا سوپر انقلابی یا خیلی تیزرو هستند که به اسم دفاع از اسلام و انقلاب اگر مرجعی کوچکترین اظهار نظری کرد یا چیزی گفت ممکن است حدود و شؤون او را رعایت نکرده و شروع به بی‌ادبی یا تهاجم لفظی به ایشان کنند و یک نوع هتک حرمت و کارهای غیر اخلاقی درباره مراجع صورت بگیرد که این امر از نظر ما امری ناصحیح است. او گفته است اغلب آن دسته‌ای که کارهایی از جمله کفن پوشی انجام می‌دهند همان طلاب تندرو و سوپر انقلابی امروز هستند که به آنها اشاره کردم و همانها حالا جزو طرفداران دولت به حساب می آیند که ما در حوزه علمی قم از همین طلاب تندرو و فعالیت‌هایشان نگرانیم. نواب عضو جامعه روحانیت مبارز تهران به این طلبه‌های طرفدار دولت توصیه کرده که در چارچوب قانون و با توجه به گفته‌های رهبری فعالیت کنند و از تندروی بپرهیزند. مراجع تقلید به درخواست دیدار مسئولان دولت جواب منفی می‌دهند. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت متاسفانه برخی از حاشیه‌های آزاردهنده‌ای که در دولت احمدی نژاد دیده می‌شود موجب شده تا علما و مخصوصاً مراجع اعزام نخواهند رابطه خوبی با دولتی‌ها داشته باشند. به همین دلیل است که خیلی از آیات اعزام حتی به درخواست دیدار دولتی‌ها جواب منفی می‌دهند تا به نوعی مخالفت خود با برخی از جریان‌های مشاهده شده در دولت را اعلام کنند. به گزارش ایلنا، جعفر شجونی درباره هشدارها در خصوص اسلام بدون روحانیت نیز گفت اینکه عده‌ای ملی‌گرا که تعصب چندانی به دین ندارند دنبال این هستند تا دست روحانیون را از سیاست و امور اجرایی کوتاه کنند امری است که از روزهای اول انقلاب ملموس بود. حمید والایی روانه زندان شد. حمید والایی فارغ التحصیل رشته حقوق و فعال سابق دانشجویی روز یکشنبه 27 مهر ماه بازداشت و برای اجرای حکم یک سال حبس روانه زندان تبریز شد. به گزارش وبسایت ساولان سیسی این فعال مدنی آذربایجانی 25 تیر 87 پس از احضار به ستاد خبری اداری اطلاعات تبریز بازداشت و پس از 13 روز بازداشت به قید وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز در اسفند 87 والایی را به 3 ماه حبس تعزیری و 9 ماه حبس تعلیقی و در مجموع به 1 سال حبس محکوم کرده بود. این حکم در 27 خرداد 88 در شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد و دیوان عالی کشور نیز با رد اعتراض وکیل والایی حکم زندان وی را تایید کرد. اتهام والایی تبلیغ علیه نظام از طریق پخش کتاب گذاری بر حماسه خرداد آذربایجان و ویژه‌نامه نشریه دانشجویی گونش دانشگاه تهران بوده است. او در دوران بازداشت از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم بود و تحت شکنجه ماموران اداره اطلاعات تبریز قرار گرفته بود، به گونه‌ای که دندان‌ها و فک او شکست و از ناحیه پا دچار صدماتی شد. والایی عضو مجمع دانشگاهیان آذربایجانی است و از او مقالاتی در نشریات دانشجویی آذربایجانی و همچنین ماهنامه توقیف شده دیلماج منتشر شده است. او قبلا در آزمون وکالت قبول شده بود، اما وزارت اطلاعات او را رد صلاحیت کرد و از شغل وکالت محروم شد. مدیر زندان اوین تغییر کرد. به گزارش ایسنا، در مراسمی که صبح روز شنبه با حضور سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران برگزار شد، حجت الاسلام سوری به عنوان مدیر جدید زندان اوین معرفی شد. پیش از این فرج الله صداقت مدیر این زندان بود. بر اساس این گزارش، فرج الله صداقت معاون مدیر کل در اداره کل زندانهای استان تهران شده است. حال محمد صدیق کبودوند در زندان وخیم شد. شرایط جسمی محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، رو به وخامت گذاشته است، ولی از درمان او در زندان جلوگیری می شود. محمد صدیق کبودوند از ناراحتی های حاد قلبی و پروستات و سردردهای شدید رنج می برد و با توجه به مسدود شدن رگهای خونی و سکته قلبی پیشین او، جان این فعال حقوق بشر در معرض خطر جدی است. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، پزشکان بهداری خواستار اعزام او به بیمارستان‌های خارج از زندان و آنژیو شدن رگ‌های مسدود او شدند و این مسئله را به صورت کتبی با دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب در میان گذاشتند. بر اساس این گزارش، بهداری زندان اوین به جای درمان بیماری اقدام به تجویز قرص‌های آرامبخش بسیار قوی می‌کند که مشکلات جدیدی را برای کبودوند به دنبال داشته است و باعث شده که وی اکثر اوقات در حالت سرگیجه و خواب باشد. علی‌رغم توصیه بهداری زندان مبنی بر بستری کردن این فعال حقوق بشر در بیمارستان‌های خارج از زندان، تا به حال از معاینه او حتی توسط پزشکی قانونی نیز ممانعت به عمل آمده است. گفتنی است خانواده کبودوند بارها به دادستانی و سایر مراکز مراجعه کرده و خواستار مداوای او در بیمارستان‌های خارج از زندان شدند، ولی تا کنون با خواسته‌های به حق این خانواده مخالفت شده است. گفتنی است محمد صدیق کبودوند در تاریخ 10 تیر ماه 86 بازداشت شد و به اتهام تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان محاکمه و به 11 سال زندان محکوم شده است. وی همینک در بند 350 زندان اوین نگهداری می شود. نرخ پایین بیکاری و مسکندار شدن مردم تا پایان دولت دهم. معاون اول احمدی نژاد روز شنبه اعلام کرد تا پایان دولت دهم هیچ فردی در ایران بدون مسکن نمی ماند. به گزارش فارس، محمد رضا رحیمی معاون احمدی نژاد در آیین بهره برداری از 1615 واحد مسکن مهر، با بیان اینکه از وزیر مسکن پرسیدیم چه زمانی در شهرستان اسدآباد بی مسکن نخواهیم داشت، این زمان را شهریور ماه 1390 برآورد کرد. وی موضوعی که همه دولتمندان را در همه جای دنیا به زمین می‌زند، موضوع مسکن دانست و گفت بسیاری از رؤسای جمهور به دلیل اینکه نمی‌توانند مشکل مسکن را حل کنند ساقط می‌شوند. رحیمی که تلاش دولت برای حل مشکل مسکن را انقلابی در درون انقلاب اسلامی خواند، وعده داد که تا پایان دولت دهم در تمام کشور یک جشن ملی برپا خواهد شد و هیچ کس بدون مسکن نخواهد ماند.
رحیمی موضوع مسکن را یکی از موضوعات اصلی از ابتدای بشریت تا امروز دانست و اظهار کرد. رئیس جمهور با حذف قیمت زمین از مسکن جلوی سوداگری سوداگران را گرفت و این توطئه بزرگ را خونسا کرد. رحیمی موضوع بیکاری را یکی از دغدغه‌های بزرگ دولت ذکر کرد و گفت در کشور به مدد تلاش‌های احمدی نژاد و دولت او بیکاری را پایین آوردیم، اما هنوز ریشه آن را نخشکانده‌ایم. سخنگوی کمیسیون صنایع: یارانه‌های واریزی نمی‌تواند جوابگوی افزایش هزینه‌ها باشد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره واریز نقدی یارانه‌ها گفت مهمتر از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای درست آن با توجه به واقعیت‌های موجود است. ضمن آنکه واریز یارانه‌های نقدی به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی بخشی از افزایش هزینه‌ها باشد. به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسف نژاد با بیان اینکه در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز روشنگری کامل صورت نگرفته و زوایای کار برای مردم مشخص نشده است، اظهار کرد از جمله اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش بهره‌وری و راندمان، کاهش قیمت تمام شده، مصرف بهینه، رشد و رونق در تولید، افزایش جنبه رقابتی و کیفیت است. وی با بیان اینکه بحث یارانه‌ها فقط بحث درآمدی و هزینه‌ای نیست و این موضوع فقط یک بخش موضوع است، افزود جبران خسارت‌های بخش‌های مختلف مثل خانوار، صنعت و تولید و حتی بخش‌های حمل و نقلی بسیار مهم است. ضمن آنکه هدفمند کردن یارانه‌ها مبنای فرهنگی دارد که مردم باید با پیامدهای مؤثر اجرای قانون و هدف‌های اصلی واقعی شدن قیمت‌ها آشنا شوند. نماینده مردم ساری در خانه ملت با بیان اینکه واریز یارانه‌های نقدی نمی‌تواند جوابگوی بخشی از افزایش هزینه‌ها باشد گفت این امر به بخش‌های زیادی آسیب می‌رساند و بعضی از بخش‌ها از دور رقابت خارج می‌شوند، اما باید با روش‌های اصلاح ساختار مدیریت سازمانی و افزایش بهره‌وری و مصرف بهینه این موضوع را جبران کرد. وی تأکید کرد باید تورم و افزایش قیمت در یک پروسه در نظر گرفته شده جبران شود و آثار آن در بخش‌های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.